ایران در آینه جهان. کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه: ما به عنوان اروپاییان به تلاش برای آزادی هموطنانمان 4 نفری که آنجا هستند ادامه خواهیم داد. متاسفانه اروپایی ها که بسیار هم آنجا هستند بدون دلیل در ایران بازداشت شدند. ولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل: از ابتدای سال جاری تا کنون حداقل 209 نفر در ایران اعدام شدند. دولت ایران با هدف قرار دادن اقلیت‌ها عمدتاً به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین برای توهین به مقدسات اعدام می‌کند. کمیته حقوق بشر مسئول تفسیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً اعمال مجازات اعدام را برای هر چیزی غیر از جدی‌ترین جنایات که معمولاً شامل قتل عمدی است ممنوع کرده است. جان کربی، سخنگوی کاخ سفید: ایران در ماه‌های اخیر حملات به کشتی‌های تجاری را افزایش داده است و پنتاگون از روز جمعه تقویت موضع دفاعی خودش را در منطقه آغاز خواهد کرد. در 2 سال گذشته ایران حقوق ناوبری 15 کشتی تجاری با پرچم بین‌المللی را مورد ایذا، حمله یا مداخله قرار داده است. ما شاهد تهدیدهای مکرر ایران، توقیف‌های مسلحانه و حملات علیه کشتیرانی تجاری بوده‌ایم که از حقوق و آزادی‌های کشتیرانی خودشان در آبراه‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. عفو بین‌الملل: عفو بین‌الملل به شدت نگران است که مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارند. این افراد در ارتباط با اعتراضات در اصفهان پس از مرگ مهسا امینی که اعتراضات سراسری را برانگیخت به اعدام محکوم شدند. مجید کاظمی در یک یادداشت صوتی بدون تاریخ از زندان گفت که برای اعتراف مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌های مکرر از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است. ودانت پتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: انتصاب ایران که به صورت فاحش و مداوم حقوق بشر را نقض می‌کند به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل فایده محدود این مجمع را از قبل هم کمتر می‌کند. آمریکا از ابتدا با تشکیل این مجمع مخالف بود و امسال نیز در آن شرکت نخواهد کرد.